میرداد نجرابی رئیس کمیسیون امنیت داخلی مجلس نمایندگان برای بحث بیشتر اینجا با ما آقای نجرابی بسیار زاد خوش آمدین. چرا امریکا میخواید تنها القاعده را و دایش در افغانستان هدف قرار بده؟ بسم الله الرحمن الرحیم بارز سلام عدب خدمت شما بیننده های محترم تلویزیون تلو نیوز. در مورد هدف قرار دادن القاعده و دایش در افغانستان و شبکه حقانی را که تهدیدی جدی بر منافع امریکا خوانده سوالات متوجه میشه که چرا بین گروههای گروه های تروریستی فرق قائل میشن یک مسئله و گروه های از برزی گفته میشه که زمان بیشتر و خاطر شکست دادنشون نیاز هست و همچنان تعدادی از گروه ها را دیده میشه که با میز مذاکره کشانیده میشن سوالاتی یقینا در ذهن مردم افغانستان وجود داره که اکثر سال نگرانی ها را با وجود می اما آنچه که خیلی مهم است، عبارت ازی هزی است که استراتژی دولت افغانستان در قبال مخالفین مسئله دولت که گروهای مختلف شبکه حقانی، القاعده داعش و طالبان است در مجموع همه مخالف دولت افغانستان و بر ضد منافی مردم افغانستان می جنگند. ما باور است که دولت افغانستان با سیاستشان را در یک همانگی کامل با کشورهای کمک کننده در افغانستان و همچنان با کشورهای ناتو عضو ناتو که در افغانستان حضور نظامی دارند یا دولت افغانستان از لحاظ اقتصادی کمک میکنن ما باور ما که یک همانگی کامل باید به وجود بیه تا در سرکوب مخالفین و همچنان با میز مذاکره کشانیدن مخالفین دولت افغانستان یک جا و یکسان تصمیم گرفته شود ظاهرا صحبت های آقای جان شما شنیدین که اونا گفتن که شبکه القاعده و داعش دو تهدید جدی بر امریکا است. فکر نمیکنین که افغانستان و تهدیدی که متوجه افغانستان است اصلا اولویت امریکا نیست و امریکا هدف خود در افغانستان دارد. دی شک که هر کشوری با هر کشور دیگری پیمان میبنده بر مبنای منافی کشورهای دو طرف اگر ایالات متحده امریکا با افغانستان پیمانی امنیتی به امضا رسانیده اونها هم منافی خود داره دولت افغانستان هم منافی خود داره بنابراین ما باور ای است که اگر شبکه حقانی یا القاعده و داعش مخالفین خود میدانند یقینا که طالبا هم عملاتی را انجام دادند که در سال 2001 و 2002 با پای امریکا را به افغانستان کشانیدن منجر به سقوط رژیم طالبا و بالاخره از کنار زدنشان از افغانستان و رفتنشان به پاکستان شد بنابراین من فکر می کنم که در زمان مختلف چطور ممکن است که یک مخالف که دیروز بود امروز او منافع یک کشور تهدید نمیکنه این سوالاتی که باید خود اما آقای نجراوی اگر قرار باشه که ایالات متحده امریکا حضور درازمدت در افغانستان داشته باشه و تنها گروه القاعده و دایش تهدید جدی در برابر امنیت امریکا بدانه پس چی سود بر افغانستان خواهد داشت در حالی که گروه های زیاد هستند که در افغانستان عملا می جنگن و در حال حاضر یعنی نابود نشدن توجهی که دیده در این روزها و خصوص در سال که گذشت و سالی که به حساب 1394 شمسی در جریان هست با میز مذاکره کشانیدن طالبا و همچنین مذاکراتی که دور سیوم از قرار است در پاکستان یا جای دیگی برگزار شود گفته میشه که آیست طالبا از اون لستی که قبلا گفته میشد در شامل لست سیا و تهدیدی بر منافع کشورهای مختلف دنیا بود کشیده میشه اما سوال در ذهن مردم همی هست ولی مهم این است که چرا در بین مخالفین یک فرق قائل میشن او فرق عبارت از این است که وقتی میبینیم داعش که نوزهور است در کشورهای عربی در کشورهای اسلامی در حال گسترش است نفوذش گفته میشه که تهدید جدی بر منافع ایالات متحده آمریکا و کشورهای اروپایی و در مجموع کشورهای دنیا است اما سوال اینجاست که چرا داعش تهدید جدی است القاعده و طالبا تهدید جدی نیست در حالی که طالبا هم از صحنه نظامی دانش در افغانستان کنار نرفتین و با قاطیت و جدیت سیاست های استراتژیک شده مطابق خواستهای کشورهای کشور همسایه دنبال میکنند ما امیدوار هستیم که دولت مردای ما سیاست هماهنگی خود را با ایالات متحده آمریکا و کشورهای کمک کننده هماهنگ بسازند و در رابطه با مخالفین دولت افغانستان و مخالفین کشورهای دیگه دنیا تفکیک قائل نشوند تا بجدابی... مطابق امضای پیمان استراتژیک بین افغانستان و ایالات متحده آمریکا موجودیت قوت های ناتو و خصوص یالات متحده در افغانستان برده ده همه افغان ها یکسان برخورد صورت گیرد آقای فکر نمیکنین که این یک برنامه تحریزی شده باشه و مقامات امریکایی را این نشست های چهار جانبه که در برابر بخاطر گفتگاه سل انجام میشه خیلی خوشبین ساخته و امیدوار هستن که گویا طالبا میان دوباره به میز مذاکره صلح میشینن و از صحنه جنگ دور میشن و جایش داعش و گروه های دیگه مثل القاعده میگیره ما فکر میکنم تا زمانی که مذاکرات صلح طوری که گفته میشه در جریان هست یا در آینده نزدیک دور سیوم برگزار میشه تا زمانی که منتج به نتیجه نشه مردم افغانستان نسبت به این مذاکرات و نسبت به این گفتگوها باورمند نیستند و خاطری که در عقب طالبا پاکستان قرار دارد تا جایی که طی سالهای گذشته دیده شده پاکستان هیچگاه در قبال مسئله افغانستان استراتژیش تغییر نداده و قاطعانه از مخالفین دولت افغانستان حمایت میکنه منابع تمویل تجهیز و تسلیه از اونا را در کشور پاکستان وجود داره بناهان تا زمانی که منتج به نتیجه نشوه ما باور نداریم نسبت به اینکه در افغانستان مخالفین دولت افغانستان به خصوص طالبان من در مذاکرات صلح و به یک نتیجه با دولت افغانستان برسند بنان با در نظر داشت اینمی ذهنیتی که وجود داره ما تا هنوز باورمند نیستیم ولی امیدوار هستیم نسبت به اینکه تغییراتی که وجود داره و فشارهایی که بر پاکستان وارد شده هم از لحاظ نظامی که طالبان یک سلسله تهدیدات برای خود پاکستان متوجه شده و همچنان فشارهای جامعه جهانی از طرف دیگر چین که یکی از متحدین منطقوی و قدرت های جهانی است در آخر نسبت به مسئله افغانستان با علاقه مندی جدی با در نظر داشته خطر آینده نسبت به خودشان بر پاکستان فشار وارد خواند کرد تا در رابطه و مذاکرات صلح صادقانه عمل بکنم آقای نجربی پیشتر اشاره کردین هر تعهد که صورت میگیره به اساس منافع دو طرف است اما فکر میکنین چرا افغانستان یک دیپلماسی فعال نداشته در قسمت سیاست خارجیش که در حداقل ام لابیگری بیشتر صورت بگیره تا که طالبان را و یا گروه های دیگه که در افغانستان <میشن> می به عنوان گروه های حراس افغان و گروه هایی که می <میشن> بر برای ایالات متحده امریکا تهدید باشه به و و امریکا را متقاعد بسازه یکی از مشکلات جدی دولت افغانستان از دولت قبلی هم همین بود که یک سیاست تعریف شده و مدون سیاست خارجی و همچنان سیاست امنیتی و در بخش اقتصادی ما نداشتیم حالا هم که دیده میشه توری کسایی که در وظایف جدید گماشته شده بخصوص در ایالات متحده امریکا یا با صفت سفیر یا با مانند از که دیده میشه اشخاصی که از لحاظ تجربه و تخصص همون طوری که شعار حکومت وحدت ملی است که شایسته سالاری است تاوری که ما دیدیم و مشنویم در نیستند که منافع افغانستان را هم با کنگریس، سیالات متحده امریکا و هم در وزارت خارجه و با سایر کشورهای دنیا این همانگی کامل ایجاد بکنند و ذهنیت منفی که پاکستان به خاطر عدم توانایی دولت افغانستان در کشورهای مختلف به در سازمان ملل یا در ایالات متحده آمریکا مطرح میکنه این ذهنیت منفی را به مثبت تبدیل بکنن بنان طوری که دیده میشه او نمایندایی که توسط مقامات دولت افغانستان به خصوص در امریکا گماشته میشن یک تعداد از او قابل قابلیت زیر ندارن که با مشکلی که لازم است دستگاه دبل... دبلوماسی افغانستان فعال نگاه بدارن و نه تنها فعال باشه بلکه از منافع افغانستان طور دفاع بکنن که آنچه که حقیقت است و باید و شاید مخالفین دولت افغانستان و کسایی که حمایت میکنن را و در این حال خود از متحدین مبارزه با تروریسم میدانند یا را باید دقیقا چیرای اصلیشان افشا بکنند و لابیگری بکنند به نان تا هنوز ما که فکر میکنم دولت افغانستان با وصف از که دولت حکومت, حکومت وحدت ملی از لحاظ از نسبت به گذاشته دبلوماسیش فعالتر شده اما در قسمت گماشتن اشخاص و افراد یک توجه جدی و دقت لازم کار است تا منافع افغانستان همیشه چه در خارج و چه در داخل افغانستان در نظر بگیرن و مطابق از خود عیار پس در چنین وضعیت آقای نجربی فکر نمیکنین که نبرد در برابر حراس افغانی در افغانستان دشوار میشه چون اختلاف دیدگاه ها وجود داره در برابر دشمن و در برابر کسایی که به عنوان حراس افغان با حکومت افغانستان می جنگن. یقینا وقتی ما می‌بینیم که هم در درون دولت افغانستان و در هم حمایگرای دولت افغانستان و کمک کنندایی که دولت افغانستان کمک میکنند اختلاف دیدگاه دیده میشه. از یک طرف نام از طالبان نسبت به تهدید بر منافع خودشان نام برده نمیشه از طرف دیگه امیدواری به صلح یا چراغ سبزی که نشان داده میشه که ما امیدواری تا هنوز نداریم نسبت به نیات باطنی پاکستان بنابراین باز هم دیدگاه هایی که در درون دولت افغانستان متفاوت هست که یک تیزاد جدی میخواند مبارزه با طالبا و داعش و القایده صورت بگیره یک داد موضع نرمتر که نمیدونم این علل و عواملش از کجا منشه میگیره در برابر مخالفین از موضع نرمتر صحبت میشه و موزیگری نرم داشته میباشن این هم سوالاتی است که بر ذهن مردم افغانستان وجود دارد امیدوار هستیم که با در نظر داشت شرایط کنونی وضعیت فعلی افغانستان وضعیت نظامی وضعیت سیاسی اقتصادی و وضعیت منطقوی که حاکم است و دایشی که سال گذشته وجود نداشت امروز بر یک بخشی از مناطق به وجود آمده و هم در برابر دولت افغانستان و هم در برابر سایر گروه های مخالفی که با دولت افغانستان می جنگن می بینیم سفارایی دارن و جنگ های درونی و داخلی از او هم تشدید یافته بنان به ای دولت مردان ماست که این وضعیت چطور استفاده بکنن و این وضعیت از حالت فیلیش با یک وضعیت خوبتر چطور میتونن و پیش ببرن و در نهایت خیلی کوتاه آقای نجربی اگر بگوین که حکومت افغانستان در حال حاضر چی کار باید بکنه تا که حکومت امریکا را قناعت بده که طالبا هم به عنوان یک تهدید جدی مطرح است و در برابر طالبا هم با جدیت تمام جنگ شود یکی از مهمترین کاری که دولت افغانستان بکنه از نظر ما او عبارت از است که با کشورهای کمک کننده یک همانگی کامل و یک اعتماد با وجود بیاره که آنچه منافع افغانستان ایجاب میکنه و منافع کشورهای دیگه هم که در قبال افغانستان کمک میکنن حتما دنبال منافعشان هستن این یک همانگی ضرورت است که باید دولت افغانستان با اونا همانگی بکنه و بتانه که اون چیزی را که ما میخواییم نسبت به خود ما و اون چیزی را که اونا توقع و تقاضا دارن که اظهار نمیدارن ای را باید در یک همانگی کامل و در یک فضای اعتماد بینشان به شکل درست مطرح بکنند تا قناعت طرفین حاصل شود و در آینده افغانستان دچار چنین اشکالات و مشکلات جدی نباشد سپاسگزار هستم از حضورتان میرداد نجرابی رئیس کمیسیون امنیت داخلی مجلس نمایندگان